خب دوستان و همراهان همیشه یه کانال حسین از MMA، درود بر شما. از تهران سالن شهدای هفتم تیر در خدمت شما عزیزان هستم. محل برگزاری مسابقات فرنگی لیگ برتر کشور 22 دورش در حال برگزاری هست. دکمه دانشگاه آزاد قم و مقاومت البرز در مقابل هم قرار گرفتن. دانشگاه آزاد قم با دوبنده های قرمز و مقاومت الباز با دوبنده آبی در مقابل هم قرار گرفتن. برای وزن 97 کیلوگرم اما وحید دادخواه بر دانشگاه آزاد گم کشتی میگیره با دوبنده قرمز در مقابل شایان حبیبزاده با دوبنده آبی دلاوری از دسفول برای مقاومت الباز. کشتی آغاز شده و دو کشتیگیر دست هم دیگه کار میکنن. 22 دوره مسابقات قهرمانی لیگ برتر کشور رشته فرنگی. شاهین حبیبزاده گلدورتر داره کشتی میگیره. تن بدنش عضلانی تر نسبت به وحید دادخواه. وحید دادخواه که از خراسان رضویه. رو به جلو اگه همینطور ادامه تا ثانیه دیگه به وحید دادخواه اخطار خواهند داد. سعی میکنه زیر کتف بزنه ولی راه رو بسته وحید دادخواه. یه لحظه رو به سبک روسا پیش میندازه. کمرگیری و خاک میکنه. ببینیم داره جمع جور میکنه برای بارانداز. اگر بخواد بزنه الان سرحال باید انجام بده باراندازش رو. دادخواه هم خوب داره جابجا میکنه. تنه بدنش رو کاملا ستون کرده، دست و پا رو ستون کرده سمت چپی که میخواد بارانداز. فشار زیادی میزنه و بالاخره باراندازش رو به اجرا میذاره. یه دو تای دیگه میگیره. حالا میره سمت کتف مخالف، خواب رها میکنه، سر پا میده به دلیل مکس بیش از حد. مشتی باید در سرشاخ در میانه توشک ادامه پیدا میکنه. یه رقص پا هم میکنه تا قدرت و چالاکی خودش رو به نوخ حریف بکشه. وحید دادخواه وزن 97 کیلوگرم کشتی قهرمانی کشور لیگ برتر. خب درخواست کمکاری میشه برای دوبنده آبی شاهین حبیبزاده. شاهین حبیبزاده که برنج جام ساسایی رو در کارنامه خودش داره. حالا باید درخواست که وحید دادخواه بنشینه. دلاوری از خراسان رضوی. حالا دادخواه یه دوری میزنه، یه نفسی میگیره تا بیاد ببینیم درخواست چه میکنه، میتونه با انداز بزنه یا نه. یه بارانداز زیبا که ثانیه های پیش به اجرا گذاشت. همچنان رو به جلو حرکت میکنه. این بار سعی میکنه لیف کنه ولی خب نتونست. خوب داره جا به جا میشه. نشان زیادی میاره ولی خب انرژیش دیگه تحلیل میره و رها میکنه. داور سر پا میده به دلیل مکس بیش از حد. خب ببینید چه میکنه در ادامه کار. حبیبزاده میتونه امتیازهای عقب افتاده رو جبران کنه یا نه. یه دستون میکشه حالا وحید دادخواه. وحید دادخواهی که نقره قهرمانی نوجوانان جهان رو داره در گرجستان گرفت. یه دستون حالا از شایان حبیبزاده. همچنان رو دسته هم دیگه کار میکنه. از کردم از نظر عضلانی و قدرتی دادخواه میچربه به حبیبزاده. یه دستو از توی گروه گرفته تا حبیبزاده رو از کار بندازه و نتونه اجای فنون کنه. یه دستو رو میکشه حالا حبیبزاده ولی خب هوشیاره وحید دادخواه اجازه اجرای فن رو نمیده. خب 30 ثانیه وقت حساب فرا میرسه و دو کشتیگی نزد مربی های خوشون میرن. عزیزانی که به هر ترتیب به یوتیوب دسترسی ندارین، پیج اینستاگرام ما حسین نظری MMA میتونین آخرین اخبار و کشتی‌های عزیزانمون رو در اونجا پیگیری کنیم. خب 30 ثانیه وقت استراحت به پایان رسید. دو کشتی که باید بره تو شک برگردن. شایان حبیبزاده و وحید دادخواه. حبیبزاده زودتر بره تو شک اومد. دادخواه داور بهش تذکر میده که تنبدش رو کاملا باید خوش کنه. خب حالا دو کشتی بریم تو شب برمیگرده.
دادخواه قد قوارش یه مقدار بیشتر بلندتر از حبیب زاره هستش. خب حبیب زاره اومده که سرعت رو بالا ببره و اختار رو حداقل بگیر از وحید دادخواه و اونو در خاک بنشونه، ببینیم زورش میچربه یا نه. تا به اینجای کار که نتونسته. حالا دستی که رو به جلو تعقیب میکنه یه لحظه دادخواه رو، اگه 20 ثانیه بتونه ادامه بده میتونه اختار بگیره، ولی اگر همینطور ساکن بمونه بعید میدونم تیم داوری اختار بدن به وحید دادخواه. همچنان رو دسته هم کار میکنم. حالا یه گست از حبیب زاره از کنه از نظر قدرت بدنی دادخواه میچربه حبیب زاره. یه لحظه دستی که میرفت که دادخواه رو توشه خارج کنه، نباید دست از زیر کتف رها میکرد. دست تا زیر کتف نباشه نمیتونی حبیب زاره توشه خارج کنی. خب حالا درخواسته کمکاری میشه و دادخواه باید در خاک منشینه. شایان حبیب زاره ببینیم چه میکنه در خواه، یه دوری میزنه نفسی میگیره، دست و پای بلند و کشیده ای داره وحید دادخواه. سخت بارند زدن به دادخواه، ببینیم چه میکنه. شایان حبیب زاره دلاوری از دسفول از بالا جمعجور کرده بای بارانداز رو، ببینیم میخواد بکنه یا نه. لیفت نشون میده، بله فشار زیادی داره میاره. خوب داره جا به جا میشه، هنوز نتونسته کاری بکنه، انرژی زیادی صرف کرد. حالا میکنه، نباید عجله کنه، ببینیم میتونه چارتای بزنه یا نه. یه سالتو، یه سالتو زیبا میزنه، ببینیم چارتا دادن یا دوتا دادن، نتونست کامل بتابونه، انرژی زیادی صرف کرد. توشه کن، ولی خب انتهای کار نتونست کامل بتابونه و دوتا دادم بهش. نجه کشتی 5-3 میشه. حالا حبیب زاره میتونه امیدوار باشه به کشتی برگرده اگه یه دوتایی بزنه، البته نه دادخواه چارتایی داره. در هر صورت آنچه مساوی 5-5 هم دادخواهی که برنده میدانه. ببینید چه میکنه در ادامه کار. اون سرگردن هم یه کار میکنه، یه گسال از دادخواه. حالا حبیب زاره سعی میکنه زیر کتف بزنه، 50-50 هم همچنان رو دسته هم یه کار میکنه. حبیب زاره اگه میخواد برنده میدان باشه دیگه باید استارت رو بزنه، نباید منتظر 30 ثانیه پایانی باشه. هم انرژیش تحلیل میده، هم دادخواه کشتی رو میبنده 30 ثانیه آخر مطمئنه. خب همچنان رو دسته هم یه کار میکنه، یه دسته از سوال گرو گرفته دادخواه تا حبیب زاره رو اجازه ایزای فنون نده. خب به مرز 30 ثانیه رسیدیم، دادخواه داره میره که یه پیروزی دیگه برای دانشگاه آزاد قم رقم بزنه. شاهین حبیب زاده انرژیش کاملا دیگه تحلیل رفته، یه لحظه میشینه برای کمرگیری، ولی این دستا دیگه جون نداره بخواد فن اجرا کنه. پا میاد جلو هم نمیکنه، ولی خب دستا انرژی نداره. خب تسلیم میشه دیگه، ثانیه های پایانی هم دیگه ادامه نمیده شاهین حبیب زاده و اینجا دادخواه 5-3 وزن 97 کیلوگرم برنده میدان میشه. خب دوستان امیدوارم دیدن کشتی زیبا لذت برده باشی. این چهره برنده میدان. تا درودی دیگر، بدرود دوستان.